ساعتی پس از حمله به ساختمان مرکزی یوتیوب در کالیفرنیای آمریکا، پلیس آمریکا نام فرد مسلح را نسیم نجفی اقدم اعلام کرد. در این حمله چهار نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها نسیم بعد از حمله در همان ساختمان خودکشی کرده است. او ظهر سهشنبه سوم آوریل به ساختمان یوتیوب حمله کرد زمانی که بعضی از کارمندان مشغول خوردن نهار بودند. این خبر برای بسیاری از ایرانیانی که نسیم برایشان شناخته شده بود حیرت آور است. تعدادی از ویدیوهایی که از خود منتشر کرده بود چند ماه قبل در جمع ایرانیان در شبکه های اجتماعی خبرساز شده بود. نسیم در ویدیویی درباره خودش گفته که متولد ارومی است و در ایران بزرگ شده است. این تصویر که میبینید آخرین عکسی است که نسیم در تلگرام خود منتشر کرد. او میگفت بهترین دوران زندگی خود را در مهر شهر کرج گذرانده است. نسیم که رسانه های آمریکا سن او را 39 سال اعلام می کنن، فعال حقوق حیوانات بود و درباره گیاهخواری تبلیغ میکرد. کرد. ویدیوهای آموزشی درباره آشپزی گیاهخواری و چگونگی نگهداری از پوست و مو به سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی رو در کانال تلگرام، یوتیوب و اینستاگرامش منتشر میکرد. او با انتشار یک ویدیوی رقص و آواز به نام دختران سینه بادکنکی در شبکه های اجتماعی شناخته شد. ظاهرا قصدش از انتشار این ویدیو انتقاد از توجه بیش از حد به ظاهر انسان ها بود و در ویدیوی نشان داد که سینه هایش پلاستیکی و مصنوعی بوده است. بعد از آنکه کانال های اینستاگرام و یوتیوب او بسته یا به تعبیر خودش سانسور شد به یکی از منتقدان جدی یوتیوب تبدیل شد که شبکه ای متعلق به شرکت گوگل است. نسیم که از فیلتر شدن در یوتیوب و اینستاگرام به شدت عصبانی بود گفته بود که چون علیه تجارت ها و صنایع بزرگ فعالیت میکرده او را در فضای رسانه ای سرکوب کردند. او به این موضوع هم اشاره کرده بود که به دلیل فیلتر شدن درآمد حاصل از انتشار آگهی در کانالش کم می شود. نصیب نوشته بود که از اواخر سال 2016 یک فرد خشک مغز در یوتیوب نظارت بر کانال فارسی او را بر عهده گرفته و سعی کرده تا با فیلتر کردن این کانال او را سرکوب کند. او که در جنوب کالیفرنیا در سندیگو زندگی میکرد با ماشین خود به شمال کالیفرنیا و نزدیک دفتر یوتیوب رفته بود خانوادهش گفته بودند که دو روز از وی خبر نداشتند پلیس ساعتی قبل از حمله او را در خودرویش در 25 کیلومتری ساختمان یوتیوب یافت در حالی که وی خوابیده بود پلیس این موضوع را به خانواده گزارش کرد اما نسیم را بازداشت نکرد اسماعیل اقدم پدر نسیم به رسانه های آمریکا گفته به پلیس هشدار داده بود که ممکن است دخترش در راه یوتیوب باشد چون از این شرکت متنفر است